جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بامداد با سه شنبه تو تشریح عملیات ضد تروریسم آمریکا علیه القاعده تایید کرد که رهبر این گروه به درک واصل شده ساعتی قبل از عملیات موفق نیروهای آمریکایی علیه این مردک خبر داده بودند که قرار چه آشوبی به پا کنند بایدن گفته زواهر دیپلمات‌های آمریکایی یا کارمندان دولت آمریکا و منافع آمریکا در جهان رو اینها تهدید می‌کردند و آمریکا تونست عدالت رو در مورد اونها به اجرا بذاره. اون در ادامه گفت آمریکا به حمایت از منافع مردم آمریکا ادامه میده و هشدار میده که اگر کسی تهدیدی علیه منافع آمریکا در هر جایی انجام بده آمریکا اون رو پیدا میکنه و علیهش اقدام میکنه جو بایدن در ادامه گفت من وقتی مطمئن شدم که این مردک برای آمریکا مزره دستور حذف اون رو صادر کردم و اعلام میکنیم که این نبرد به شکل موفقی انجام شده اون در ادامه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم اشاره کرد اون گفت بعد از 20 سال نیروهای آمریکایی رو خارج کردیم چون نیازی به حضور فیزیکی نبود و میتونیم از آسمون اوزار رو زیر نظر داشته باشیم گفته شده که دولت اوباما به سختی میتونست بن لادن رو در کشور متحد خودش یعنی پاکستان پیدا کنه و اون رو از بین ببره اما این رهبر القاعده رو تو حکومت طالبان و تو خونه امن به درک واصل کرد آیا فناوری پیشرفت کرده یا طالبان خیلی زود پی برده اداره کشور پول و اعتبار بین المللی میخواد و برای به دست آوردن اینها ناگزیر باید معامله کنه و این در حالیه که ایران رسما به آمریکا اعلام کرد که برای ساخت بمب اتم یک مرحله پیشرفت کرده بایدن هم خیلی نامحسوس اعلام کرده که ممکنه رهبر بعدی که به درک واصل میشه رهبر ایران باشه هنوز رژیم جمهوری اسلامی واکنش نسبت به این موضوع نشون نداده باید دید آمریکا اونقدر جرأت داره که به طور واضح این رو بیان کنه یا نه